برای خودتونه؟ چطور فکر کردین دزدیدمش؟ دزدیده باشینم به کارتون زده مفت نمیارزه. ببخشید شما طلاق قبول میکنین؟ من تو کار طلاق نیستم خانم. منم نمیخوام بفروشم. گرو بردارین هر موقع داشتم پس میگیرم. چقدر میخوای؟ هر چی بیشتر بهتر. دونه دو فهمی اسم تو؟ نازنین. خیلی ممنون. بشمویدش بابتش امضا دادی. وقتی اعتماد کردین یه شما در نمیخوام. بار اولی نبود که میومدی، ولی این دفعه طوری برگشتی که مجبور شدم نگاهت کنم.
میتونم پشت شیشتون یه آگهی بچسبونم؟ فقط شعار سیاسی نباشه. نه نه، آگهی تدریس خصوصیه. دنبال کار میگردی؟ بله، اگه مشتری چیزی پیدا شد یه خورده از کارم تعریف کنید، اینجوری زودتر میتونم طلبتون رو بدم. عجله نیست. خیلی ممنون. معلوم بود کارت به استخونه رسیده، اما ضعف نشون نمیدادی. موقع کمک کردن به بیچاره‌ها خوشحال میشدم از اینکه جای اونو نیستم، اما تو بیچاره نبودی. آگهی که شما دادین بعید میدونم. چطور؟ خب ببین بقیه چجوری آگهی دادن؟ نه نه، تضمین قبولی در 10 جلسه. انگلیسی را فشرده بیاموزیم. تضمینی قبولی 100% است. تضمین شده. شهریه بعد از قبولی. اونا دروغ میگن، آموزش که تضمینی نمیشه. منم میدونم دروغ میگم، اما دروغ گفتن بهتر از گشنگیه. نه؟ شما هم اینجوری کاسبی میکنی؟ شاید حداقلش اینه که کارمون به گرو گذاشتن نمیکشه. چرا آزارت دادم؟ چون میخواستی من یاد گذاشتن بندازی؟ چرا پشیمون شدم؟ چون میخواستم انتقام حقارت هم از تو بگیرم؟ سلام، لطفاً پیغام بگذارید. متشکرم. سلام، تخیمیم، عتیق فروش. راستش نمیدونم چی باید بگم، فقط خواستم بدونید من به بدی حرفایی که میزنم نیستم. خدا حافظ. سلام. سلام. خبری نشو؟ چرا؟ یه نفر پیدا شده. کی؟ خودم. حاضرین به من درس بدی؟ خواهی جبران کنی؟ فراموشش کنی، همین که زنگ زدین کافیه. معلومه خیلی به خودتون مسلطین. چطور؟ نه اعتراض میکنید، نه چونه میزنید.
معلومه خیلی زیر نظر بودم. حتی دارم محکم به هم نمیکنی تا دلت خنک شه. دیدم فایده ای نداره. با این چیزا دلم خنک نمیشه. از اینا گذشته. اگه یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ چی؟ دلم برات سوخت. چرا؟ حس کردم سر جای خودت نیستی. از کجا فهمیدی؟ از رفتارت حس زدم، ولی پیغامت مطمئنم کرد. کاش اشتباه کرده بودی. فقط بدون تقصیر کسی نیست. چی؟ این که من جنسامو گرو بذارم و تو بردار. میدونم، ولی جای دیگه نباشون. هیچ کس به اندازه من بابت اینا پول نمیده. کس بابت این چیزا اصلا پول نمیده. ببین، من یه پسرم میدارم که خیلی وضعش خوبه. 30 سالشه. 10 سال داره زبان میخونه. هر 6 ماه یه بار معلمش عوض میکنه. اگه صلاح میدیری با اون درمیون بذارم. اگه درست شد 6 ماه تأمینی. ببین فقط سعی نکن که چیزی بهش یاد بدی. اون خنگ‌ترین آدمی که تا دیدم. چه میدونم، حالا اگرم نشد مهم نیست، یه کارش میکنم. دیدم با اون آگهی غلط انداز کسی به زنگ نمیزنه. گفتم خودم یه فکری وارد بکنم. هنوز هم کنایه میزنی آقای فخیمی؟ ولی به من اثر نداره، چون به بعدی حرفایی که میزنی نیستی. نمیدونستم با چشمای مهربونی که شرمسار و مستقیم نگاه میکنه چه باید کرد. چرا این کار کردی؟ بکرم خوشحال میشی؟ من که بهت گفته بودم نمیخوام به هر قیمتی از این وضع دارم. اون آگهی ها فقط مشتری ها رو فراری میده، همین. خوشبختانه همین پسرعمت هست. پس چرا اون رد نمیکنی؟ من به اون مثل بقیه درسینم، اگه یاد نمیگیره مشکل خودشه. البته خیلی هم از پسردهش بابت محبتش ممنونم. من اینو نگفتم که تو اونو بگی. نه فقط میخواستم بدونی لطفت یادم نرفته. بدهی من هم تو. حالا تو داری انتقام میگیری؟ چه انتقامی؟ من فقط دارم. هیچ وقت کسی رو تأخیر نکن. من سالهاست که خودم تو همین مخمصه. آره، راست میگی. شاید جای من اینجا نباشه، اما برای رسیدن به همینجا کلی بدبختی کشیدم. من که گفتم دلم برات سوخت. دلسوزی هم یه جور انتقامه، یه انتقام شیک. من گفتم بدهیمو پس بدم، ولی از یه چیز مطمئنم. چی؟ اینکه تو بد جوری داری اذیت میشی. چطور؟ هم داری از خودت انتقام میگیری، هم از دنیا. شاید حق با تو باشه. قبل از اینکه تو بیاد داشتم این چیزی میخوندم. مضمونش این بود که نیروی هستم که میخواد بدی و زشتی کنه، اما در عمل نیکی و خوبی به بار میاد.
البته در مورد من قضیهش روز برعکسه. چی میخوندی؟ همینجاست تو کشو. خیلی آدم عجیبی هستی، اصلا باورم نمیشه که در این حرفه باشن. آره خب چند تا عتیق فروش میشناسی که از اینا بخونه؟ اینم یکی از همون عادت های مزخرف قدیم همی که با هم میاد. خب انه یه خوردش رو داری؟ دنبال باقیش میگردی؟ شاید از اونهای دیگه خوشت نیاد. این یکیش که خیلی خوبه. یه چیزی بگم؟ البته اگه نگی داری نصیحت میکنی. بگو. مهم نیست کی هستی و چی کاره ای، تو هر وضعیتی که باشی محبت وظیفته. نصیحتت خوبه، فقط یه خود کهنه است. از عتیقای دور و برت که کهنه تر نیست. میدونی اگه این حرفا رو 20 سال پیش میشنیدم میگفتم چه جالب، تحت تاثیر قرار گرفتم، اصلا متحول شدم. شاید اگه 20 سال پیش میشنیدی سر از اینجا در نمی آوردی. اینجا قصهش طولانیه، شاید یه روز برات گفتم. پس تا اون روز یه خورده به حرفان فکر کن. خداحافظ. نمیخواستم بدونه کی هستم و به چی فکر میکنم، حالا میخواستم بدونم اون کیه. درباره خودت چیزایی به من گفته بودی، اما من کسی نبودم که چیزی رو ندیده باور کنم. این روزا وضعش خوب شده، خوشحاله، دیگه دلواپس هم نیست، حتی درآمدش هم بهتر شده. گفتم حتما یه اتفاق خوبی براش افتاده. دست به درد نکن. میگم امنو چقدر چه وقت با شما زندگی میکنه؟ یه 7-8 سالی میشه از وقتی اماش انداختنش بیرون. چرا؟ بزرگ شده بود دیگه، نمیخواست کلفتشون باشه. چیزی از من به شما نگفته بود؟ چرا؟ اون شما رو خیلی دوست داره. شما مگه حرفی داریم بگیم، من حتما بهش میگم. بیرم واقعا شما میخواید باش ازدواج کنی؟ بله. اگه این کار کنی نجاتش دادی. از چی؟ از همه چی. حقیقتش این دختر اینجایی نیست، خلقش اشرافیه. اگه خانوادش در و پیکر داشت حالا از خودش کسی بود. شما چی کاریم؟ کارت چیه؟ مغازه دارم، پیکرم بهتون گفته. چرا؟ گفته بود، خواستم از خودت بشنوم. خرج شما رو هم اون میده؟ اگه مریض نشده بودم بارم رو دوشش نمیفتد، حالا که نمیتونم کمکش باشم دلم میخواد سربارشم نباشم. اگه اون بره تنهایی چیکار میکنی؟ مهم اینه که زندگی اون خوب باشه، بقیهش دیگه مهم نیست. میخوای اتاقشو ببینی؟ Thank you.
خب راستی این چیزا که بهت گفتم و به روش نیاری ها دختر مغروریه دیدی یه دفعه زد زیر همه چی پس تو هم بهش نگو ندیدی خب چرا با خودش نیومدی تا اینجا اومدی دنبالش نه میخواستی ببینی راست میگم چی باش؟ چی کار میکنی؟ نه نمیخواد لازم نیست هدیه هست لازم نیست نمیخواد هدیه یه پس نمیدم دختر خوبیه مگه نه؟ چرا باهاش اینجوری حرف زدم یه باش پول ریختم جلوش که با خیلی راحت تحقیرش کنم مگه بدبختیاش تحقیر خودشه تا آخر خوندمش چیو؟ همون کتابی که خودت میخوندی چه یه دفعه؟ دیدم داری میخونیش حسودیم شد خب همینو به هم داشتی نه دیگه کلی جمله شاهکار از توش در آوردم یکیش همون که خودت گفتی راستی از این پسر عمه زبانشناس ما چه خبر؟ خوبه عزیزت که نمی کنه نه همونقدر که خنگه خوش حسابم از خدا رو شد فقط یه خورده هیزه که اونم اومدم گردم بندم از گیرو دردم تعارفت نمی کنم که بهت بر نخوره کار خوبی میکنی حالا یه چیزی هم من برای تو دارم این چیه؟ بازش کن بدرس نیشه نمیزنه چه مناسبته؟ فکر کن هدیه نام زدی نام زدی بعد خواستگاریه نه؟ گفتم خب شاید اینطوری بهتر باشه ولی تو که هنوز جواب من نشنیدی خب حالا میشنوم من باید فکر کنم خب فکر کن اینجوری نمیشه من عادت دارم وقتی فکر میکنم قدم میزنم همینجا قدم میزن به اون سرده عجله نکن بذاری که فکرامو بکنم مهربونی تو شور جوانی داشت و عطوفت من حسابگری میان سالی میخواستم عاشق بودن تو و مالک بودن خودم رو یک جا ببینم که دیدم
نمیخوای بدونی من کیم، کجا زندگی میکنم؟ گفتم که نه، مهم نیست. ولی من بهت میگم، من با داییم زندگی میکنم. اونم حال اوضاع خوبی نداره، خیلی مریضه بنده خدا. وضع مالیمونم خوب نیست، یعنی اصلا خوب نیست. گفتم که نه، برام مهم نیست. پس چی برات مهمه؟ تو نبودی میگفتی تو هر وضعیتی که هستی محبت کردن وظیفته؟ خب آره، خیلی خوب، وظیفه منم هست مگه نه؟ نمیخوای چیزی بگی؟ نمیخوام با حرف زدن خرابش کن. دیگه حرف نمیزنی؟ چی میخوای بشنویم؟ در مورد من چیزی نمیخوای بدونی؟ صبر میکنم سر موقعش خودت بهم بگی. به نظر دارم موقعشه؟ شاید. سلام. ببین اینجا یه خونه سهم منه، طبق وصیت بابا. خدا رحمتش کنه. نه مرده، زنده است. اینا رو بهم داده که بیشتر ازش نخوام. تو هم لابد کسی رو نداری و... آره دیگه، میدونی بقیهش هم که حرفای تکراریه. تازه اگه بدونی میخوام زن بگیرم بیشتر از اون بهم میده. بنده خدا دلت میاد راجع بابات اینجوری بگی؟ آره، این تازه نصف حقشه. خیلی خوب، این از من. حالا تو نمیخوای چیز به من بگی؟ یه رازی هست. چی؟ یه حدسی بزن. از شوهر سابق بچه داری؟ نه دیگه، در این حد یه حدس دیگه بزن. خب حدسم نمیاد، خودت بگو. اصلا یه روز مغازت رو تعطیل کن، میبرم به نشونه میدم. دارم از زودی دیگه میکنم. خوش هم یعنی بریم الان؟ آره دیگه. تو جایی رو داری با خودت خلوت کنی؟ اصلا خلوتی ندارم. خب نگاه کن، اینجا حیات خلوت من. چرا اینجا؟ تو این شهر این همه جا هست. نگاه کن، دوباره سنگش رو شکستم. عجب، این همه راه میان برای شکستن یه تیکه سنگ؟ من همیشه اینجوری نبودم. دو سه دفعه چیزی نمونده بود که خودم راحت کنم. میدونی چی کمکم کرد؟ چشم های دیوار، چشم های دریچه، چشم های در، چشم های آب، چشم های نسیم، چشم های کوه، چشم های خیر و چشم های شر، چشم های رشک، چشم های نگرانی، چشم های عشق، بهت زده در ما می نگرند. نه از آن رو که تو را دوست می‌دارم من،
از آن رو که تو مرا دوست می‌داری. چه تو؟ چطوره؟ خوبه؟ اینجا برای دو نفر کافیه؟ برای بیشتر از دو نفرم کافیه. بی‌اعتنایی دیوونه‌ام می‌کرد. ازدواج ساده، رفتار ساده، انتخابای ساده. حس می کردم سادگی مانع تسلط منه. از بعد با اون جنگید. کتابات همین هست؟ بقیهش رو انباره. چرا این همه جا هست اینجا؟ جلوی چشمم همشه راحت‌ترم. اینجوری اذیت هم میکنه. تو که هنوز مغازه میری کتاب میبری با خوده. چرا سوال پیش میکنی آدمو؟ باش دیگه نمیپرسم عزیزم. سوال دیگه هم هست که بخوام بپرسی؟ مثلا چی؟ مثلا این که با کسی دیگه ای بودم یا نه، نمیدونم. من چیزی نپرسیدم، چیزی هم نمیخوام بدونم، چون راستش برام مهم نیست. سوال نمی کنی که سوال نکنن؟ شاید. خوشحال نیستی که اینجایی؟ خوشحالم که پیش تو هم. از چیزی عصبانی نمی شدی و این عصبانی ترم می کرد. می خواستی بدونم چقدر دوستم داری و می خواستم ببینی که از تو بالاترم و دوباره شکست خوردم. تشنمه. آره. ساعت چنده؟ تا صبح خیلی مونده. چی رو نگاه میکنی؟ تو رو. چرا از اینجا؟ آخه از اینجا بهتر میبینمت. از چی خواب نیبره؟ فکر کنم از خوشبختی باشه. شوخی نکن. جدی میگم. چند شبه میشین اونجا من دید میزنی؟ یه سه چهار شبی میشه. یعنی میشینی من رو نگاه میکنی؟ کار
گاهی هم میرم تو فکر و یه شعری هم زمزمه میکنم. میشه بر منم بخونی؟ آره. شبهای دم گرفته طوفانی زیبایی غریب غمینی داشت، چون ترمه های کهنه ایرانی تابوت سینش تهی از دل بود. یخ بسته بود جوی نگاه او، گویی که سایه های فراموشان ماسیده بود بدتر راه او. آن شب درید سینه مردی را، مردی که شادمانیش از غم بود، مردی که در به در پی خود می گشت، مردی که قربان جهنم بود. میتونم اینجا هم ببینم؟ اونجا انبار ماست، در واقع همین جسه که اینجا هست اونجا هم هست. ببخش. بله. اون سه برونزه؟ کدوم؟ فرهاد. بله بله، اون از برونزش به کار رفته. آقا ببخشید، اگه کارتون ضروری نیست میشه بعداً تشریف بیارین؟ آقای فخیمی، ما که مزاحم نیستیم. اختیار دارین. آقای سلیمی، شما از مشتری خوب ما هستید. باشه، به شما دارم. من عذرخواهی میکنم. مرسی آقا. عذرخواهی میکنم. این کارا یعنی چی خانم؟ کاری نداشتن که، همچنان داشتن میچرخیدن. مشتری هن دیگه. حالا چی کار داری؟ تعطیل کنم، میخوام ببرم یه جای خوب. تعطیل کنم؟ آره. مناسبت امروز چیه؟ هیچی، خواستم وسط عتیقا بکشمت بیرون. الان میخوام یه چیز قشنگ برات بخونم، کیف کنی. بسام گوش میکنی؟ نزدیک شو اگر چه نگاهت ممنوع است، زنجیره اشاره چنان از هم پاشیده است که حلقه های نگاه در هم قرار نمی گیرند. دنیا نشانه های ما را در حول و حوش غفلت خود دیده است و چشم پوشیده است. نزدیک شو اگر چه حضورت ممنوع. من انتخاب کردم، تو هم انتخاب کن. چی؟ تا شب که نمیشه اینجا نشست شعر خون که. کاری داری؟ خبر مغازه. تو از چیزی ناراحتی؟ نه، اما این یکی جنوب شعر بخونم بقیه تماشا کنم خب عصبی میکنم. خب به میگفتی ترسیدم بهتون بر بخوره. نه ترس، به بر نمیخوره. فکر کردم خوشت میاد. یه وقت خوشم میاد. دوره خریه. نمیشه دوباره یه خورده خرشی. حالا دیگه نوبت شما هاست. یه خورده که بزرگتر بشین چی داره میفهم. بار اولی بود که احساس کردم شکست خوردی.
اولین بار بود که ناتوانیت رو به چشم می دیدم. این دفعه رو صندلی نبودی؟ خواستم یه خورده ازت دور باشم. تازه شروع کردی؟ معلومه. چی شد که سیگاری شدی؟ رفیق بعد تو دردت چیه؟ درده؟ آره حس میکنم یه چیزی هست من نمیدونم، شاید مال الان نیست. خب دیگه همین، انگار داری از دست خود در میری. چه فرقی میکنه؟ از دست تو که در نمیره. اون که نمیتونی. خیلی نگرانتم. چیزی هست که من باید بدونم؟ از چی میترسی؟ میترسم آخرش شبیه یکی از همونهای بشی که میفروشی. خیلی بی‌انصافی. فکر میکنم هیچ وقت در مورد اینجوری حرف بزنی. فرها چه هیچی بهم نگفتی؟ واجبه چی؟ این که قبلا می نوشتی. خب که چی؟ خیلی مهمه. آره من یا تو؟ راستی واسه مهم نیست که داری ادا در میاری. اگه ادا در میاردم که نمینداختمش تو زیر زمین. اگه ادامه میدادید شاید الان دیرتر پشیمون میشدم. ولی قصت خیلی خوب بود. چرند بود. از او دست پیرا می نوشتم. ایف ایف. چرا بلش کردی؟ دیدم کار مزخرفیه. پولم توش در نمیاد. الان پول داری مگه نه؟ خب پس اگه پول داری میتونی یه خورده خرج خونه رو بیشتر کنی؟ تو هم میتونی یه خورده از خرج اضافیت بزنی. تازه میتونی سر کارم بری، هر کاری غیر از معلمی.
کسی که رنج هایم را به یادم می آورد خودش هم باید سهمی از آن بردارد. همه مردان مثل هم هستن، فقط چهره هایشان با هم فرق می کنند تا بتوانید آنان را از هم تشخیص بدهید. ولی امید با همه مرد فرق اگر از مغز زن و مرد امارای بگیرند مشخص می شود که مغز زنان برای حرف زدن به شدت مردان روزانه 2000 تا 4000 کلمه حرف می‌زنند، ولی زنان با توجه به ویژگی مغز خود می‌توانند روزانه 6000 تا 8000 کلمه حرف بزنند. تصور کنید وضع حال یک مرد شاغل را که تا بعد از ظهر ظرفیت حرف زدنش تمام می‌شود، بعد به خانه‌اش می‌رود جایی که زنش حتی 4000 تا 5000 کلمه حرف زدن دارد. تکون نخور عزیزم، کجاش خنده داره؟ 4000 5000 خوش اومدین. قربون شما، کارتون مرکه بود. تو خدا. من که خیلی دوست داشتم. مرسی، ممنون. البته اون صندلی خالی چه چیز دیگه بود؟ خب بله، البته. اون شاید به خاطر اینکه متن شایی که دیگه نوشته بود. منم اونو بیشتر دوست داشتم. شاید هم به خاطر این بود. من خودم رو بیشتر دوست داشتم. واقعا یه لحظه من شوهرم اینجاست. فرهاد جان یه دقیقه بیا. سلام. شوهرم آقای ربیعی کارگردان تئاتر. خیلی خوشبختم. شما تئاتر دوست دارین یا به اصرار خانمتون تشریف آوردین؟ هر کی بیاد از هر دوشه. بهتون میاد زیاد تئاتر دیده باشین. نه اتفاقا. فرهاد قبلا قصه می نوشته، چاپم شده. آچه عالی. شاید به خاطر همینه که نمایش ما به مزاقتون خوش نیومده. هنوز هم می‌نویسین؟ من عتیقه فروشم. خیلی وقت دیگه این کارو نمی‌کنم. یه جوری می‌گن این کارو انگار نویسن دیگه خلافه. من دیگه باید برم، ببخشید با اجازتون. عجله دارم یه خورده. خوشحال شدم دیدنتون. خیلی ممنون. به امید دیدار. خداحافظ. خدا نگهدار. خیلی ممنون. چیزی شده؟ نه. بسان دوت کلمه حرف ناراحتی؟ دیگه ناراحت نیستم. اصلا این مثلا اینقدر مهم نیست که تو ناراحت بشی براش. گفتم که اصلا ناراحت نیستم. اگه اشکال نشه فقط میرم بخوابم. میخواستم در نظر تو معمایی باشم غریب، معمایی که برای حل کردنش تا ابد کنارم بمونی. من دارم میرم. یه دقیقه صبر کن. چیه؟ کارت دارم. ازت دلخوری؟ نه دیگه، ولی از امروز میخوام بگردم دنبال کار. کار؟ کجا؟ بهش فکر نکردم. خیلی خوب، یبش خودم عوضش تا شب همش با همین. من که از اون کارا سر در نمیارم. خودم ادیات میده. از صدمه دیگه نه؟ نمیدونم، حالا بذار فکرامو بکنم. خدافظ.
مثل یه پرنده تو قفس من افتاده بودی. داشتم تو رو بیکی از جنس های همون مغازه تعبیه میکردم. اون وقت برای همیشه قدر آنو میدونستی. اما همه چیز عوض شد. سلام، ببخشید. خیلی واقعا ممنونم ازت. خیلی. شما برای چی شکر کردم؟ شما خوبی؟ ممنون. خب من ببینم هر چی که میخوام هست. فکر نمی کنی کار اشتباهی کردی؟ ها؟ اگه من بودم گلشو نمی خوردم. اون منو گول نزد. پس چی؟ بهت که گفتم اول یه بار اومد ازم پرسید. حتی گفت واسه چی می خواد. چه فرقی می کنه؟ واسه من فرق می کنه. گفت واسه نمایشش لازم داره. بله. تو هم هر چی که دلش خواست گذاشتی بعد داره ها؟ فهمیده این کارو نیستی؟ بعد از اون چک می گرفتی؟ الان چی شده مگه؟ هیچی. برای اینه زحمت نکشی که دلت بسوزه. خیلت اینه؟ شاید اشتباه کرده باشم که به نظر خودم نکردم. بلکه آدم واقعا یه نفر رو دوزش باشم. من هنوزم دارم. منو به اشتباه انداختی. فکر کردم با همین رفتار میتونم تو رو بیش خودم نگه دارم. من دارم میرم بازار. داره دیرم میشه. من امروز نمیرم مغازه. یعنی چی؟ شاید دیگه اصلا نیومدم. یه بازی جدیده نه؟ نه بازی نیست. من اگه اونجا نیام بهتره. من نگفتم به تو اونجا نیا. فقط گفتم مراقب کارات باش. همین. یادمه چی گفتی. اما من به درد اونجا نمیخورم. ممکنه پولاتو هدر بدم. تو به هیچ دردی نمیخوری. مواظب باشم. احساس کردم داری مطیع میشی. تو ماشین مراقب باشی نشکنه ها. فکر این که تسلیم و عذرخواهی جای غرور همیشه گیت رو بگیره خوشحالم میکرد. شادمانی حقیری. اومدم بگم هنوزم به درد میخورم. خب اگه اینجوریه بمون ثابت کن. از چرا میخوای بری؟
سلام. سلام خانم. شما جنس قدیمی هم خرید دارین؟ بله، کارم همینه. کتاب هم میخرین؟ تا چه کتابی باشه؟ قدیمیه، خیلی قدیمیه. چند میخرین؟ خب تو نبینم که نمیتونم به شما بگم چند میخرم. این ارثیه خانوادگیه؟ مالی پدر بزرگمه. آخ، حالا چه خرید میخواین؟ تو رو خدا هرچی میتونین بیشتر به هم پول بدین. اگه احتیاج نداشتم اصلا نمیفروختمش. خب شما بفهمید چقدر میخواین؟ ۵۰۰,۰۰۰ تومان. شما چی فکر کردین خانم؟ نصف این قیمت هم نمیارزه. چند تا دیگه هم دارم، اونا رو براتون میارم. بیاین نمیستم بلایدش. آقا خواهش میکنم، اگه میتونین گرو برداریم. خانم من به عمرم از این کارو نکردم. تو رو خدا نذارین التماس کنم، یه کاریش بکنین. من پولشو میدم. تو از کجا میاری؟ تو کشو پول نقد هست، جای حقوقم بهش بده. بفرمایید خانم. ممنونم. هیچ وقت تو رو اینجوری ندیده بودم. حس شکست خوردن از تو داشت دیوونم میکرد. از اینجا برو بیرون. تو چه جور آدمی هستی؟ تو زندگی چی واسهت مهمه؟ چرا تا حالا بهم نگفتی؟ میترسیدی نه؟ ولی من همه رو میدونم، همه رو خوندم. میدونم چرا از دوستات، مردم، حتی از بابات فراری. چرا افتادی زندون؟ چی شد که آزادت کردن؟ چرا همه ولت کردن؟ چرا تا حالا بهم نگفتی؟ چرا نگفتی؟ ولی من بهت میگم، اگه تو خودتو میخوای اینجا حبس کنی من نمیکنم. از آقای ربیعی هم خواستم واسه نمایش بعدیش تست ازم بگیره. دیگه چی ازش خواستی؟ بچه دلم خواهد. نازنین،
فکر نمی کردم بدون تو احساس تنهایی کنم، اما کردم. توف بر من و سکوت من و شعرم، توف بر تو باد و زندگی و شاید. توف بر کسی که چشم به ره ماند، توف بر کسی که سوی کسی آید. شاید که عشق هدیه ابلیس است، اندوه اگر سزای وفا باشد، شادی اگر شکوفه نومیدی است. شاید که مرگ هستی ما باشد. فکرشم نمی کردی گذرت دوباره این برای بیفته، مگه نه؟ خوبه اومدی تحقیقم کردی. این مدت چیزی به شما نگفته؟ چرا، خیلی چیزا. مثلا؟ چرا باید به تو بگم؟ چرا نگی؟ فرض کن ازم خواستی چیزی بهت نگم. تو این مدت هر بلایی خواستی سرش آوردی، مگه نه؟ یهو گذاشت رفت. کتکش زدی یا کم محلیش کردی؟ این از زدنم براش بدتره. فرض کن کتکش زدم که چی؟ فکر کردی چون کلاسش از تو پایین تره هر بلایی خواستی میتونی سرش بیاری؟ خب صاحبم که نداره، هیچکی هم نیست باز خواست کنه. میگی کجاست یا نه؟ صدا تو بیار پایین. با زنت که حرف نمیزنی، خوبه میدونی تقصیر کاری. اصلا خوب شد ولت کرد و رفت، منم هیچی ازش نمیدونم. یالا بفرمید، خوش اومدی. تو از گذشته من چی میدونی؟ یاد داشته من چی فهمیدی؟ فکر کردم دیگه منو یادت رفته. حقم داری، ارثتو گرفتی و رفتی پی کارت. دیگه بابا میخوای چی کار؟ راست میگی، به کل فراموش کرده بودم. چی شد یاد من افتادی؟ این روزا در مورد من با کسی حرفی زدی؟ درد دل کردی؟ کیو دارم باش درد دل کنم؟ تا اونجایی که یادم، آدم دوربر شما زیاد بود. اونا واسه درد دل کردن نبودن. آره میدونم، اونا خوشگذرانی بود.
جوانی هر کس مال خودش، مگه مال تو نبود؟ جوانی مادرم چی؟ اون هیچ وقت شکایتی نکرد. شما هیچ وقت پیشش نبودین؟ از کجا میدونین؟ من بودم. ولی واسه تو که بد نبودم. وقتی افتادی هلفتونی کی آوردت بیرون؟ رفقای عزیزت که همه خوابشون برده بود. بهت گفتم از سیاست و روزنامه چیزی در نمیاد، ول کنیم بازی ها رو. گفتی خودم بهتر میدونم. تازگی ها اینا رو به کسی هم گفتی؟ مثلا کی؟ زنم. پیش شما نیومده؟ زنگ گرفتی مگه؟ چند وقته؟ با تو هم چند وقته زنگ گرفتی؟ یک سال میشه. بچه هم دارین؟ بیار ببینمش. بیان پیشم. اگه پیداش کردم باش. مگه اونم ولت کرده؟ نداشتی نگرش داری ها؟ سب کن، هنوز حرفم تموم نشده. کی برمیگردی؟ باز برگشتم به حیات خلوتت، آخرین جایی که میشناختم. روز مریض بودی، اما بعدش هم از اون شروع شوق سابق چیزی نمونده بود. سلام. مادم این وسایلی که برده بودم پس بدم. بذارش همونجا. اینم باقی بدهیم به شما.
دیگه حسابی با هم نداریم. یه چیزی میخواستم بهتون بگم. هیچ دوه بتونم بشینم؟ بازش نمیدونم از کجا باید شروع کنم. اینقدر میشناسمش که میدونم به خاطر پول زن شما نشده. خب که چی؟ ببخشید ولی شما از دنیای اون هیچی نمیدونی. اینقدر ازش دوریم. شما خیلی بهش نزدیکی؟ نه نه، ولی کاش بودم. اون شبیه اینجا نیست، شبیه شما هم نیست. بهش گفتم خواهد زندگی کردن با یه آدمی که ترسیده و شکست خورده، آدمی که همه دوربریاش ولش کردن به حال خودش، کسی که حتی شریک زندگیش دوستش نداره، چه ارزشی داره؟ شما دوتا چقدر شبیه همید. اون همیشه میخواد از دنیا انتقام بگیره، حالا شما اصلا نمیدونم چه رفتاری کردم که باعث شدم چی فکری راجع به من بکنی. حرفای امروز دون یه ذره باوریم که به خودم داشتم و شکست. تحقیرت واسه هم آسونه، ولی نمی کنم این کارو، چون دلم نمیخواد کسی همچین کاری با هم بکنه. چرا این رو به من میگی؟ نمیدونستم راحت‌تر بودم. نمیدونم، وقتی به حرفام گوش میکرد ناراحت بودم چرا حرفام باور نمیکنه. الان ناراحتم که چرا اصلا این حرفا رو بهش زدم. نمیخوام برای کاری که کردم توجیه بیارم. آدم بدی نیستم، فکر میکردم اینطوری براش بهتره، حقشه که شاد و راضی باشه. فکر میکردم با شما نیست. شاید هم حرف اون درست باشه، شاید هم این وسط من یه آدم خودخواه اضافی هم. ولی حقیقت اینه که منم یکی هم از شما. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. گاهی حقیقت اونقدر زشته که تحمل ما رو نداره. شاید ما اینقدر زشتیم که تحمل حقیقت رو نداریم. پاکیت اونو خورد و خفیف کرده بود. با اعترافش میخواست جوان مردیش رو نشون بده، اما این مهم نبود. حقیقت این بود که تو دیگه از من متنفری و همین نگرانم میکرد. حالت بهتره؟ نازنی چیو عوض کنیم؟ چیو؟ بریم یه مسافرت دور. کجا دوست داری بریم؟ جاش مهم نیست، دلم میخواد تنها برم.
فکر کردم منو گذاشتی به حال خودم. اقوا توه، اقوا توه. قبل از اینکه با تو آشنا بشم همه منو گذاشته بودن کنار. هر جایی رفتم بهم میگفتن ترسو ترسو ترسو. من هم همه اونا رو گذاشتم کنار تا اینکه با تو آشنا شدم. گفتم یه رفیق پیدا کردم که اگه بخواد بشه زنم بس خودم تربیتش میکنم. من نمیخواستم مرموز باشم. متوجه میشی چی میگم؟ فکرشو نکن دیگه، تموم شد. میدونم خیلی به سخت گذشته، میدونم دیگه تا آخر عمرم هیچی ازت نمیخوام. فقط اجازه بده یه گوشه بشینم و خوب تماشات کنم. قبوله؟ هنوزم عشق میخوای فخیمی؟ تو چی؟ تو نمیخوای؟ عشق که خواستنی نیست. سلامت. تو چیزی امیرو نمیخوای؟ نه میرم بیلیتا رو میگیرم و زود برمیگردم. باشه. شما که اسم را در خیابان رها کردید، آن باران بی پایان را عطس نزدید، چرا به من امید زنده ماندن میدهید؟ در شب این گونه تیره بر من لباس سپید میپوشانید. عروسان مردند، من وارث لباس های سپید هستم. در دست چه دارم؟ بازم به شعر میخونی؟ آره میخوام بشنم. باشه وقتی برگشتی. باشه. حس کردم به زندگی برگشتی. حالا نوبت منه که روی عاشقامو به تو نشون بدم. خواستم موقع برگشتن غافلگیرت کنم، بگم که دیگه یکی از جنسای مغازم نیستم. برمیگردیم با همه کار تازه را میندازیم. هرچی تو بخوای.
با تو گریزان از تو چون لکه ابری بر فراز سرت نوشته ای بر دیوارت جاده ای که بر سینش پا گذاشته ای و چاهی که بلعیدن واپسین قطره اشکت را انتظار می‌کند.